سلام، خیلی خوش اومدید به کانال داوینچی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه نفر زیر پست تبلت طراحی دیجیتال یه کامنت گذاشته بود، گفته بود که من میخوام مثلا همین مدل رو تهیه کنم، یکی از مدلهایی که حالا توی ویدیو گفتیم، حالا اگه بخواید لینکش رو براتون میذارم، که میخوام یکی از همین مدل‌ها رو تهیه کنم، اونتا دست دومش. نکته ای اگه میدونید به من بگید که بهتر بگیرم. والا اولین چیزی که من میتونم بگم اینه که سعی کنید کلاً هیچ قطعه الکترونیکی، هیچ وسیله الکترونیکی نگیرید به عنوان دست دوم، چون چیزایی که الکترونیکی خب خیلی حساسن دیگه. ممکنه حالا خیلی هم خوب نگه داشته باشیم ولی یه اتفاق میفته. بعد عمر مفید اکثر لوازم الکترونیکی اکثرا 5 ساله. خب عمر مفیدشون خیلی بیشتر ممکنه عمر کنن، ولی عمر مفیدشون میگن که خود شرکت سازندش میگه آقا سعی کنید مثلا همون 5 سال که رسید عوضش کنید. یا حالا کاری به این چیزا ندارم، نمیخوام زیاد طولانیش کنم، بریم سراغ اصل مطلب. من چند تا نکته رو بگم، حالا اگر شما خواستید دست دوم هم بگیرید ببینید که به چه نکته هایی توجه کنید بهتره. خب الان اینجا من یه نمونه دارم، هویون HS64. خب این هم اندروید هم ویندوزه. کلن این قلمش، این که خودش، کابلش و این گیره‌ای که نوکش رو میتونید باش جدا کنید. شما اول از همه به چیزی که دقت میکنید قشنگ اینو وارسی کنید، گوشه هاش، این لبه ها مخصوصا، اینجاها رو ببینید، زیرش رو ببینید، ببینید که اینا حالت ضربه خوردگی و خراش و اینجور چیزا زیاد نداشته باشه. معمولا کسی که بخواد اینا رو خوب نگه داره نباید اینجور چیزا روش باشه دیگه، خط و خش و اینجور چیزا نباید روش باشه، ضرب خوردگی و چیزی. هم خود تبلت هم قلمش، و قلمش خیلی مهمه که اینطوری نباشه، چون قلماشون خیلی حساس تر از اینا هستن. باید حتی ممکنه از این فاصله هم بیفته رو زمین یا رو میز بیفته از دستتون، ممکنه که دیگه کار نکنه. بس قلم خیلی حساسه. دکمه ها و شورتکات هایی که داره، کلید های میانبرشه، اینا رو فیزیکی تست کنید. اول مهمترین چیز تست فیزیکیه، ببینید مشکلی نداشته باشه، گیر نداشته باشه، روون رو درست کار کنه، صدای غیر عادی نده. بعد شما این کلیپسش هم حتما بگیرید، چون ممکنه بعضی سری ها این کلیپس هاشون گیره هاشون فرق داشته باشه. اینو یه چک بکنید، آروم این نوکش رو در بیارید، اونی که هست، یا اگه نداره یکی جاش بذارید تست کنید. این باید خیلی روون بیاد بیرون و خیلی روون هم دوباره بره سر جاش و بیفته داخل و جا. ما اینو جا زدیم. مهم اینه که ببینید این پورت هایی که اینجاست، بذارید من ببینم فوکوس شده. این پورت هایی که اینجاست ممکنه یکی باشه، ممکنه چند تا باشه. این پورت ها رو دقت کنید که خوردگی یا کج شدگی، زدگی چیزی نداشته باشه. و اگه کابلش رو هم بهتون داده باشن این قسمت رو چک کنید، این قسمت هم چک کنید که خوردگی و زدگی نداشته باشه، کج نشده باشه، شل نباشه، یا پیناش جابجا نشده باشه. اینا خیلی مهمه. البته کابل رو که 100% میشه عوض کرد، میشه با قیمت مناسب کابل خیلی خوبی گرفت. کابل آنچنان مهم نیست، مهم اینه که این قسمت، این پورت اینجا آسیب ندیده باشه. و اینو هم میتونید راحت تست کنید، یک بار جا بزنید، خیلی روون باید بره داخل و فیکس بشه سر جاش. اگر لقی و شل شدگی داشت یه مشکلی داره احتمالا. خب این از این. حالا ما نرم افزاری هم میتونیم تستش کنیم. پیشنهاد من، بریم روی این دوربین دوباره، پیشنهاد من به شما اینه که قبل از اینکه، روز قبل اینکه بخواین اون سیستمتون تهیه کنید، حالا تصمیم گرفتید که سیستم دست دوم بگیرید، یه تبلت دست دو بگیرید، روز قبلش در مورد اون محصول یه خورده تحقیق کنید. اگر برنامه خاصی، مثلا فتوشاپ اگه میخواین کار کنین، اگه کلیپ استودیو، اگر بلندر، مثلا خیلی برنامه‌های مختلفی هست که میشه ازشون استفاده کرد و با تبلت طراحی کار کرد. اگر میخواید واقعا تهیه کنید این تبلت رو به صورت دست دوم، یکی از این برنامه ها که حالا سبک‌تره، خب نصبش خیلی سخت نیست و خودتون میتونید استفاده کنید. فتوشاپ خب دیگه خیلی در دسترس، اکثرا هم رو سیستم ها نصب هست، میتونید از فتوشاپ استفاده کنید.
یا اگه نصب نیست نصبش کنید، کلیدای میانبرش رو میتونید تنظیم کنید یا نه همون پیش‌فرض‌های خودش استفاده کنید که وقتی که گرفتید این تبلتتون رو بتونید توی اون مهلت تستی که دارید سرین رو تستش کنید از همه نظر، که نرید مهلت تستتون رو حروم کنید که چه میدونم برنامه رو دانلود کنید بریزید نصب کنید و خلاصه از اینجور چیزا منظورمه. اینو داشته باشید و درایورش رو هم میتونید خیلی راحت از سایت سازنده دانلود کنید، درایورش رو نصب کنید که برنامه آماده داشته باشید. الان من اینجا بهتون نشون میدم روی سیستم که چطور میتونید چک کنید از روی برنامه خودش. درایور رو که نصب میکنید یه برنامه براتون اینجا باز میشه، من بهتون نشون بدم. این برنامه هوریون هست. در اصل درایور تبلتتون رو وقتی دانلود میکنید این برنامه براتون نصب میشه و هم حکم درایور رو داره هم یک رابطه کاربری بین شما و سیستمتون. حالا روی پی سی اینطوره ولی روی اندروید اگر اندروید رو پشتیبانی میکنه تبلتتون نیاز به همچین درایوری نیست معمولا، ولی برای پی سی لپتاپ و پی سی نیاز به یه همچین رابطه کاربریه. خب بریم رو سیستم بهتون یه سری چیزا رو توضیح بدم. خب الان من اینجا برنامه رو باز کردم، صفحه اولش که اومده دیوایس کانکت تبلت رو وصل کردم این قسمت. خب اینجا تبلتی که من وصل کردم 1060 پلاس نیوه. ما اینجا چند تا از کلیدهای میانبرشون میبینیم، شورتکاتاشون میبینیم، اینا که قابل تنظیم همشون، ولی پیش‌فرض رو اینا تنظیم شده اکثرا من که خودتون بخواید تغییرش بدین، ولی پیش‌فرض اینا هستش. اینجا وقتی که تبلتتون وصل کردید و این قسمت ها رو چک کردید که ببینید هر کدوم چه کلیدیه، میتونید هم اینا رو توی سیستم توی برنامه فتوشاپ چک کنید. مثلا اینجا ای مثلا میتونه پاک کم باشه، شما اینو چک کنید توی فتوشاپ یا هر برنامه دیگه‌ای که نصب کردید ببینید این اجرا میکنه دستور رو یا نه، که بفهمید این کلید میانبر سالمه یا نه. مثلا اینجا اسپیس داریم، کنترل زد داریم که برگشت به عقب، یه پله برمیگرده عقب و میتونید اینا راحت چک کنید. قسمت بعدی خیلی مهمه، کلیدهای قلمتون رو حتما چک کنید. الان مثلا اینجا کلیک راست موس برای من بالایی و پایینیه دوباره رو کلید ای هستش، کاری به این نداریم زیاد. یه قسمت خیلی مهم هم اینجا هست، تست کنید ببینید که مقدار حساسیت به فشار تبلتتون درست کار میکنه یا نه. من قلمو برمیدارم. این قسمت تست فشار هستش، میتونید تو این کادر برای خودتون یه سری تمرینا رو انجام بدین که به یه تنظیمات مناسب خودتون برسید. مثلا این بالا رو اگه من جابجا کنم نوع حساسیت به فشار تغییر میکنه و تو این کادر میتونم تستش کنم همون لحظه. مثلا من از فشار کم شروع میکنم خط کشیدن، کم کم فشار زیاد میکنم، خیلی زیاد، دوباره سعی میکنم کمش کنم و اینطوری راحت میتونم تستش کنم. اینم اگه بزنم پاک میشه، دوباره میتونم امتحان کنم. اگر اینو بکشم پایین حالتش فرق میکنه، حساسیت ممکنه بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه. این رو میذارم ریسیت میشه. این تست رو بریم روی دوربین بهتون بگم. خب شما این تست رو از این قسمت حالت افقی و عمودی تبلتتون سعی کنید اکثر قسمت ها یا اگر بزرگتره سعی کنید که چندین نقطه رو تست کنید، با قلمتون بکشید و اون تست رو ببینید که جواب میده یا نه. و حتی تو فتوشاپ هم این کار رو بکنید که ببین تمام قسمت تبلتتون سالم باشه و حساسیت به فشار داشته باشه و خراب نباشه. خب این حساسیت به فشار رو هم گفتم. یه قسمت دیگه هست، حالا اینا رو من زیاد توضیح نمیدم چون درباره تنظیمات و محیط کار و اینجور چیز هست، ورک اسپیس و این داستان هست. خب این هم محیط کارتون میتونید کوچیک بزرگش کنید نسبت به مانیتورتون و این قضایه که ما بهش کاری نداریم، برای سلامت تبلت زیاد به کارمون نمیاد. فقط مهم اینه که این کل قسمتی که تبلت پشتیبانی میکنه رو شامل بشه که وقتی میخواییم تست کنیم هیچ قسمتی از قلم نیفت. تا همینجا به نظرم کافیه، ولی بازم میگم یه چند تا نکته رو آخرش
بهتون بگم، اینکه حتما تی کنید با فروشنده که قبول کنه مهلت تست داشته باشین. اکثرا مهلت تست بهتون میدن، حالا چه تو مغازه یا اینکه ببرید مثلا به عنوان یک هفته، نمیدونم 24 ساعت 48 ساعت، بهتون مهلت تست میدن. ولی شما تی کنید با فروشنده، چون چیزیه که دارید برش هزینه میکنید و برگشتی نداره. سعی کنید این مهلت رو حتما از فروشنده بگیرید. حتی 24 ساعت هم خیلی کمک خوبیه. شما تو 24 ساعت میتونید کارهای خیلی مختلفی رو تست کنید با تبلتتون و بفهمید که آیا مشکلی داره یا نه. معمولا مشکل هم موقع خودش رو نشون میده. پس این شد که سعی کنید یه مهلت تست حتما بگیرید از فروشنده و سلامت فیزیکی رو حتما چک کنید، پورت ها رو چک کنید، کلیدهای میانبرو رو چک کنید که همون سلامت فیزیکی میشه. توی برنامه مثل فتوشاپ یا برنامه‌ای که قرار کار کنید با تبلتتون تست کنید قلمتون توی اون مهلت تست. دیگه عرضم حضورتون که درایورش رو حتما نصب کنید، حساسیت به فشار قلم رو که بتونید اونجا خیلی راحت‌تر و بهتر تست کنید. البته تو فتوشاپ هم میتونید این کارو بکنید، ولی خب اون یه خورده سخت‌تره دیگه اگه باش کار نکرده باشید. یه سری قلمای یه سری براش ها، یه سری قلموهای خاص که توی فتوشاپ هست حساسیت به فشارشون فعاله، اگه نبود باید فعال کنید. یه خورده دردسر داره دیگه. اینجا سریع تو درایور راحت میتونید تست کنید و نکته مهمترش این که میتونید کلیدای میانبرش رو ببینید که روی چی تنظیم شده، همونا رو دقیقاً اجرا کنید تو برنامه، اونا رو استفاده کنید که ببینید سالم هستن یا نه. دیگه نکته خاصی نمیمونه. سعی کردم تا جایی که میتونم سریع توضیح بدم، امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه. لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموشتون نشه. اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید برام کامنت بذارید. سعی کنید با حروف انگلیسی کامنت بذارید که صابتون نپره و کامنت هاتون هم پاک نشه که من بتونم اینا رو ببینم. میتونید روی لینک اینستای من کلیک کنید و اگر سوالی دارید اونجا از من بپرسید و خیلی سریعتر و راحت‌تر میتونم بهتون جواب بدم نسبت به یوتیوب.